معمای 5 شهر باستانی، تمدن‌هایی که ناگهان ناپدید شدند. پایتخت سابق سلسله مصری، یک مرکز فرهنگی و مذهبی یونانی، نخستین ردپای انگلیس در قاره آمریکا و موارد دیگه، همگی بدون هیچ اثری ناپدید شدند. قرن‌ها افسانه‌هایی از وجود اونها نقل شده تا اینکه اخیراً باستان‌شناسان شروع به کشف رمز و رازهای دیرینه اونها کردند. توی این ویدیو با 5 شهر گمشده ای آشنا میشیم که جواهرات دنیای باستانی بودن. چه بلایی بر سر این شهرها اومده که بدون هیچ نشانی ناپدید شدن؟ همراهان تکسان تیوی سلام، امروز میخواییم توی این ویدیو در مورد تمدنهایی که یهو ناپدید شدن صحبت کنیم. اگه کنجکاویم بدونیم با ما همراه باشیم، ولی قبلش لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای جدیدمون هم زنگوله رو روشن کنید. کلان شهرهای پربرکت دره سند. تمدن دره سند که در قدرت همسان بین النهرین و مصر بود، بین 2500 و 1700 پیش از میلاد توی پاکستان امروزی در شبه قاره هند حکمرانی می‌کرد. بین النهرین و مصر به مرور زمان تکامل یافتند. فاتحان و مفتوحان با فرهنگ‌های دیگه ادغام شدند، اما تمدن دره سند که از اونها بزرگتر بود فرو پاشید و ناپدید شد و هیچکس دلیل اون رو نمی‌دونست. پایتخت مصری و مرکز تجاری پر رونق. ثروت‌های کشف شده از شهر باستانی تانیس واقع در دلتای نیل در شمال شرقی قاهره، شامل یک مجموعه مقبره پادشاهی پر از ماسک‌های طلایی، جواهرات، تابوت‌های نقره‌ای و گنجینه‌های دیگه‌ای میشه که با گنجینه‌های توتنخامون رقابت می‌کنه. خوانندگان کتب عهد عتیق شاید اونو به عنوان سوان بشناسن. اون زمان شهر تاریخی تانیس به عنوان پایتخت سلسله 21 مصر و یک مرکز تجاری ثروتمند مدت‌ها پیش از ظهور اسکندریه حکمرانی می‌کرد و بعدش با تغییر مسیر رودخونه زیر ماسه‌ها ناپدید شد. یک ایالت شهر یونانی اثرگذار. هلایک ایالت شهر یونان باستان یه مرکز اقتصادی، فرهنگی و مذهبی مهم بود. این شهر که اسمش توی ایلیاد هومر در قرن 4 پیش از میلاد آورده شده، توسط اتحادیه شهرهای حفاظتی رهبری میشد. بنا به گفته مورخان کلاسیک، در 373 پیش از میلاد هلایک به مصیبت گرفتار شد. میگن به مدت 5 مارها، موشها و موجودات دیگه شهر رو به سمت زمین‌های مرتفع ترک کردن و بعد زمین لرزه شهر و ساکنان اونو در خودش فرو برد و اقیانوس روی اونو فرا گرفت. شهر طلای افسانه‌ای. کاشفان اسپانیایی در آمریکای جنوبی درباره افسانه الدورادو در دهه 1500 شنیدند. ماجراجویان اسپانیایی، آلمانی و پرتغالی که مست طمع شده بودند در جستجوی یافتن این گنجینه اسطوره‌ای به حیات وحش سخت و طاقت فرسای کولومبیا، گویان و برزیل رفتند و نیش مارها، بیماری و مرگ ناشی از گرسنگی را متحمل شدند. به مرور زمان الدورادو از یک مرد به یک شهر و دره سنگ فرش شده ای از طلا تبدیل شد که فقط در انتظار کشف شدن بود، اما هیچ گنجینه‌ای پیدا نشد. مستعمره شوم گم شده. در آگوست 1587 یک گروه مستعمره نشین انگلیسی 115 نفره یا بیشتر وارد جزیره روانوک شدند در نزدیکی ساحل کارولینای شمالی امروزی. یک حاکم مستعمراتی به اسم جان وایت آنها رو رهبری میکرد. چند ماه بعد وایت برای تهیه تدارکات به انگلستان سفر میکنه. 3 بعد وقتی برگشت هیچ کس اونجا نبود. هیچ نشانی از دعوا و درگیری هم نبود. مستعمره نشین های گم شده هرگز پیدا نشد. حالا شما به ما بگین در مورد شهرهای باستانی که توسط گردشگران کشف شدن چه میدانید؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.